ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دکتر صاحب عزیزی که در صنف حضور دارین و یک سلام تقدیم به دوستایی که در صورت طریق ویدیو دنبال میکنن. موضوع بحث امروز ما و شما تداوی DKS که میخوایم درباره تداوی DKS صحبت بکنیم. ما و شما در جلسه قبلی درباره خود تعریف DKS خواندیم که DKS چی است. یک acute complication of diabetes mellitus است که در اینجی هایپرگلیسیمی کیتوسیس و اسیدوسیس و مقسم دیهایدریشن از شخص بوجود مه. پس امروز بهتره که درباره تداوی یا تریتمنت دیکی صحبت بکنیم که ما مرضای دیکی رو چه رقم تداوی بکنیم. زمانی که شما میخواین مرضای دیکی رو تداوی بکنین، متوجه باشین که در تداوی مرضای دیکی ما چند کار انجام میدیم. یکی از موضوعاتی که ما شما کسی در تداوی از ما در نظر میگیریم یه که باید شما فلوید تراپی رو انجام بدین. فلوید تراپیز یا فلوید ریپلیسمنت است. دومش موضوع انسولین، دادن انسولین یا انسولین تراپیست. موضوع سوم موضوع الکترولایت است که شما الکترولایت امبولنس شا استرامنین. و موضوع چهارم موضوع مانیتورینگ، مانیتورینگ. خب اول مهمترین قسمتش موضوع دادن مایات یا فلوید ریپلیسمنت یا فلوید تراپیه که ما شما چی رقم فلوید تراپی را انجام میدیم یا فلوید ریپلیسمنت چی رقم میشه. پس هرگاه شما میخواین فلوید ریپلیسمنت یا ریستور را انجام بدین، متوجه باشین که در زمان دادن مایه ما شما دو کار را باید انجام بدیم. یکی مقدار مایه ای که شما به مریض میدین، amount of fluid، یکی تایب، نوعیت مایعی که بر مریض باید ما شما بدیم، تایپ آف فلویده. وقتی میخواین اماونت یا مقدار مایع، مثلا مریض میگه ما شما چقدر مایع بدیم، به خاطر که دادن مقدار مایع در مرضای دیکی بسیار مهمه. چون اگر ما شما مقدار زیاد مایع به مریض بدیم، امکان داره اووردوز و امکان داره سربرال ادیما از شخص به وجود بیاد که یکی از علتهای عمده سربرال ادیما انمی دادن سریع مایع به مرضای دیکی است. از اون خاطر پس ما زمانی که میخوایم مقدار مایع به مرضای دیکی بدیم، بازم دو گبه باید در نظر داشته باشین. دیگه مقدار مایعی که شما در ساعت اول به مریض میدین، در اولین ساعت، در ساعت اول که مریض به شفاخانه میاد، شما مقدار مایعی که به مریض میدین، و دوم مقدار مایعی که در ساعت دوم و بعد از او، در ساعت دوم و بعد از او در مدت 24 ساعت ما و شما مقدار مایعی که میدیم چی قدره؟ به خاطر که میگه وقتی شما میخواین دیهایدریشن در نظر مرزای دیکی اصلاح بکنین، مواظب باشین که باید شما دیهایدریشن را در مدتی 24 الا 48 ساعت اصلاح بکنین. یعنی از دادن سریع مایع به مرزای دیکی اجتناب بکنین. از اون خاطر ما مرزای دیکی را در ساعت اول و در ساعت دوم و بعد از اون مایعی که میتیم فرق مونه. خب اگر ما مقدار مایعی که در ساعت اول به مرضا بدیم چی مقدار اگر بخوایم حساب کنیم، بازیم این را به دو بخش تقسیم کنیم. یکی اول اگر ادولت باشد، کلانو، مقدار مایعی که شما در ساعت اول به مرضای دیکی میدین میگه 1 لیتر پر هور. این در یک ساعت شما 1 لیتر مایع به مریض خود میدین. اما در اطفال شما اگر مریض شما چایلد باشد، 1 لیتر مایع خیلی زیاده. شما در اونجا مقدار مایع را 10 الی 20 ایمیل پر کیجی پر هور برش میدین. یعنی در ساعت اول شما 10 الی 20 ایمیل پر کیجی که معمولا زیادتر 20 ایمیل پر کیجی پر هور برش داده میشه. مثلا اگر مریض شما 20 کیلوگرم وزنش باشه، 20 ضرب 20 بکنیم 400 میلی لیتر مایع در ساعت اول شما باید به مریض بدید. اما در ساعت دوم و بعد از او، مقدار مایعی که ما شما در ساعت دوم و بعد از او به مریض میدیم چی مقداره؟ کتابا نوشته میکنه میگه در ساعت دوم اگر مریض شما ارزیابی میکنین و میبینین که مریض اعراض و علائم سیویر دیهایدریشن داره، شما یعنی مقدار مایعی که در ساعت اول داده بودین در ساعت دوم هم تکرار بکنین. اما اکثر وقتا ما شما در ساعت اول نیم مقدار مایعی که به مریض میدیم، در ساعت دوم دیگه مقدار مایع ما و شما این مقدار نیست. مقدار مایعی که شما در ادولت
در ساعت دوم، ساعت سوم تا ساعت 24 به مریض میدین، مقدارش میگه از 300 الا 400 میلی لیتر پر هور افزایش پیدا نکنه. یعنی بعد از اون در ساعت دوم شما 300 میلی لیتر مایع برش در هر ساعت بدین، در ساعت دوم، در ساعت سوم، در ساعت چهارم، در ساعت پنجم. اما در چی؟ در اطفال یا چایلد مقدار مایعی که شما در ساعت دوم و بعد از او حساب مونین به اساس فرمول محاسبه میشه که فرمولش والیوم آف فلوید برابر است به چی؟ برابر است به 85 ضرب بادی وید جمع مینتیننس منفی بولس تقسیم 23. این مقدار مایعی است که شما در هر ساعت به یک طفل داده میتونید. خب اول ما باید مینتیننس تراپی را یا مینتیننس فلوید که شما به مریض خود میتین باید بر شما یادآوری بکنم که چی مقداره و بعد بر شما طریق محاسبه کردن مقدار مایعی که در هر ساعت بر یک طفل که مثلا به DKA میتین حساب مونیم. اول متوجه باشین یعنی مینتیننس تراپی چی هست. مینتیننس فلوید، مایع مینتیننس اون اون مقدار مایعی که یک شخص نرمال در 24 ساعت به اون نیاز داره. مثلا ما شما به صورت نرمال به چی مقدار مایعی که در 24 ساعت نیاز داریم، چی مقدار مایع باید بگیریم. شما مقدار مایعی را که میخواین حساب بکنید که یک شخص نرمال، یک شخصی که بدن به صورت نرمال برای ادامه حیات، برای اینکه هموستاسیس مایع در بدنش تامین شه، به چی مقدار مایع نیاز داره؟ مینتیننس تراپی. شما متوجه باشین مقدار مایع چه ضروری برای فعالیت های نرمال یک شخص برای 10 کیلو اول، از 1 تا 10 کیلو همیشه 100 ml پر کیجی برای 10 کیلو اول. برای 10 کیلو دومی یعنی از 10 کیلو تا 20 کیلو 50 ml پر کیجی مایع بدن از ضرورت داره. و برای هر کیلویی که بعد از 20 کیلو قرار داره، بعضی کتابا 25 ایمیل پر کیجی میگه و بعضی کتابا زیادترشون 20 ایمیل پر کیجی میگه. مثلا یک نفر از شما پرسان نه میگه یک شخص 23 کیلوگرام وزن داره در 24 ساعت به چی مقدار مایی بسید نرمال ذره داره، چی مقدار مایی ما شما بسید نرمال بینیم بیدیم. ما پس برای از که نمیره حساب کنم میگیم باشه شما این رقم حساب کنین، 10 کیلو جمع 10 کیلو دوم 10 و 20 میشه، چند کیلو دیگه مانده؟ 3 جمع 3 کیجی. برای 10 کیلو اول هر 10 کیلو 100 ایمیل پر کیجی مایی نیاز داره. 10 ضرب 100 چند میشه؟ 1000 میلیلیتر. این 10 کیلو اول چه 1000 میلیلیتر مایی نیاز داره جمعی. 10 کیلو دومی برای هر کیلویی که بین 10 تا 20 کیلو قرار داره ما شما چی مقدار مایع نیاز داریم؟ 50 ایمیل پر کیجی. 50 را ضرب 10 بکنیم چند میشه؟ 500 میلی لیتر. برای هر کیلوگرمی که بعد از 20 کیلوگرم بدن ما شما قرار داره، برای هر کیلوگرم از او 20 ایمیل پر کیجی مایع نیاز داریم. پس ما شما چی مقدار داریم؟ چند کیلوی دیگه بعد از 20 است؟ 23 کیلوی دیگه مانده. پس ما 3 را ضرب 20 بکنیم چند میشه؟ 60 میلی لیتر. پس مایع مینتیننس نظام شخص، مایع مینتیننس نظام شخص مینتیننسش اگر ما حساب بکنیم چند میشه؟ 1500 جمع 60 بکنیم 1560 میلی لیتر مایع 24 ساعت بشه نرمال نیاز داره. خب پس ما اگر بیایم چی کنم؟ اگر بیایم از این فرمول استفاده بکنم و بخوایم مایع هر ساعتی، مایع هر ساعتی طفل حساب بکنیم چی کار مونیم؟ مثلا طفل ما و شما 20 کیلوگرم وزن داره، من میخوایم وقتی اول آمد مثلا DKA بود، من در ساعت اول چیه؟ 20 ایمیل پر کیجی مایع دادم، 20 ضرب 20 400 میلیلیتر مایع بولس دادم، در ظرف یک ساعت به مریض دادم 400 میلیلیتر در یک ساعت دادم. حالا در ساعت دوم و در ساعت سوم بعد از اون ما چی قدر مایع بدم؟ در هر ساعت حساب مونم که حجم مایع پر هور برابر است به 85 ضرب وزنش، وزنش چنده؟ 20 کیلوه، جمع مینتیننسش
حالا اگر شما مینتیننس حساب کنین چی مقدار مایع نیاز داره؟ وقتی طفل 20 کیلوگرم وزن داشته باشد، طفل 20 کیلوگرم وزن داشته باشد، من چی نوشتم؟ 10 کیلوگرم اول جمع 10 کیلوگرم دوم. برای هر 10 کیلوگرم اول ما شما 100 میلی پر کیجی مایع نیاز داشته بودیم. 100 ضرب 100 چند میشه؟ 1000 میلی لیتر جمعی. برای هر 10 کیلوگرم دومی ما شما 50 میلی پر کیجی مایع نیاز داریم. 10 ضرب 50 چند میشه؟ 500 میلی لیتر. پس میشه چند؟ 1500 میلی لیتر مایع مینتیننسش میشه. پس ما نوشته میکنیم که جمع 1500 میلی لیتر جمعی. چی مقدار مایع در ساعت اول شما دادین به مریض؟ من فونم مقدار مایع در ساعت اول شما به مریض دادین؟ ما مقدار مایع در ساعت اول دادیم چند بود؟ 400. پس نوشتن منفی 400 میلی لیتر. تقسیم چی؟ تقسیم 23. این 23 ساعت متبقی، چون ساعت اول ما مایع دادیم، حالا 23 ساعت دیگه مانده، چون 24 ساعت هم ما شما تامینیم، یک روز ما شما یک شبان روز 24 ساعت است. پس اینا در 23 ساعت متبقی ما در هر ساعت چقدر مایع باید بتم حساب مونیم دیگه. والیوم فلوید پر هور برابر است بشی، این رو ضرب مونیم، صفر خودش 2.5 در صفرش یک آسیل، 2.16 16 و یک عبده جمعی. از 500 400 ش کم میکنم، از 1500 400 ش کم میکنم، 1100 میمونه. 1100 تقسیم چی میکنیم؟ تقسیم 23 میکنیم. ماشین حساب دارن کمک بکنین. وی اف پر هور پیدا میشه، وی اف پر هور مساوی میشه با، پس چیه؟ عینی اردو رو اگر جمع کنیم میشه 2800، چون یا عبدالصد جمع چیه؟ جمع 1100 بکنیم میشه کسا چیه؟ 2800 تقسیم 23 بکنین. 2800 تقسیم 23 کردن چند شد؟ 100 دقیق کسی میبینید؟ 2800 تقسیم 23 کردیم چند شد؟ 121. پس نشانم 121 یعنی 120 میلی لیتر، 121 میلی لیتر پر هور. پس حالا ما برای از طفل خود برای ساعت دوم و بعد از او، برای هر ساعت، برای ساعت دوم یا بعد از او ما شما 121 میلی لیتر مایع میدیم. موضوع دوم نوعیت مایه. ما مقدار مایه رو فهمیدیم که در ساعت اول چقدر میتیم مایه و بعد در ساعت دوم، سوم تا ساعت 24 ما چقدر مایه به مریض خود میتیم. اما دوم نوعیت مایه، تایپ مایه که ما چه رقم مایه به مریض بدیم. در ساعت اول چی مریض کلان باشد، چی مریض خورد باشد، وقتی شما بولس برش میتین، نوعیت مایه شما نارمال سلینی، نارمال سلینی 0.9%. اما این مایه ساعت اوله، فرس هوره. اما مایه که شما در ساعت دوم و بعد از اون دیگه ساعت میدین، آدرس هور، آدرس هور، یعنی در ساعت دوم و بعد از اون مایه که شما میدین این بولس نیست، این انفیوژنه، انفیوژن مایه است. انفیوژن مایه رو وقتی که شما به مریض میدین چند گبه در نظر داشته باشین. اول زمانی که سویه گلوکوز خون شما، بلد گلوکوز زیادتر از 300 میلی گرم بر دسیلیتر باشه، نوعیت مایع شما، مایع شما 0.45% نارمال سلینه، نارمال سلینی 0.45% شما میتین تنها. اما زمانی که سویه گلوکوز خون، بلد گلوکوز کمتر از 300 میلی گرم بر دسیلیتر میشه، شما تنها نارمال سلین 0.45 نمیدین، در نارمال سلین 0.45% شما گلوکوز 5% اضافه بکنید. یعنی شما چی میکنین؟ در اینجی گلوکوز یا دکستروزی 5% جمع چی؟ جمع نارمال سلین 0.45% نارمال سلینه. اما زمانی که سویه گلوکوز شما کمتر از 180 میلی گرم بر دسیلیتر میشه، در این حالت شما گلوکوزی دکستروزی 10% جمع نارمال سلینی 0.45% بته. یعنی نگذارین که در نتیجه سویه گلوکوز شخص دفعتن پایین بیاینی از هایپوگلیسیمی جلوگیری بکنین.
ما دو تا گپ باید واضح یاد داشته باشیم. یکی گپ اولی که در مرزهای دیکه شما منیجمنت مونین، مواظب باشین که مایه را سری ندین، دهایدریشن را سری اصلاح نکنین. سری اصلاح کردن مایات باعث مرگ میشه، متوجه باشین. و دوم دفعتاً ما شما گلوکوز هم پایین نبیاریم، سری گلوکوز هم آنن پایین آورده نشود، چون هر دوی از نو ریسک چی میکنه؟ ریسک سربرال ادیما رو بالا میبره و یک از علتهای عمده مرگ میرن از مرزهای دیکه سربرال ادیماست. از اون خاطر که وقت سویه گلوکوز از 300 پایین می شما گلوکوز 500 میتین، اما وقت سویه گلوکوز از 180 پایین می کسا شما چی میتین؟ شما گلوکوز 10% دمایه ازی اضافه میکنین. این از دادن مایه و نویت مایه است که شما چه رقم میتین، که آرزو دارم همه درباره نویت مایه و مقدار مایه فهمیده باشن. حالا موریم بحث دوم، موضوع انسولین ترپیست، مقدار انسولینی که ما شما به مریض میدیم. یک بحث فهمیده شد، یک هدف شما فهمیدین. موضوع دوم دادن انسولین یا انسولین تراپیه. متوجه باشین، میگه شما انسولین به مرزهای دیکه زمانی بدین که 10% دهایدریشنش اصلاح کرده باشین. یعنی در ساعت اول ما شما همین که مریض نو آمد، ما شما کس انسولین برش نمیدیم. وقتی یک ساعت مایه برش دادیم، اونمو یک لیتر در چی؟ در کلانا، و اونمو 20 امیل پر کیجی در اطفال که دادین. بعد در ساعت دوم شما انسولین اضافه میکنین، دفعتا انسولین داده نمیشه، 10% دهایدریشن میگه اصلاح کن، بعد انسولین بدین. خب حالا وقتی که انسولین میتیم، باز انسولین ما شما در انسولین دادن مرزای خود به دو بخش تقسیم کنیم. یکی ادولت است، کاهل است، یکی هم اطفال چایلد است. کرنت میگه در مرزای ادولت وقتی که مصاب جی کی باشه، شما وقتی که انسولین شروع مونین، اول متوجه باشین انسولین 0.1 یونیت پر کی جی بولس میدین، بعد از او 0.1 یونیت پر کیجی شما بای دریب شد، بای دریب بدین، بای دریب. اما در اطفال وقتی که شما مایه میتین، نمی بولسش انسولین بولس نیست، انسولین بولس ایج نیست، اینجی انسولین بای دریب برش میتین. مقدار انسولین بای دریبی که ما شما میدین 0.1 یونیت پر کیجی، در اونجا باید نوشته کنم. اینجا مستقیما ما شما 0.1 یونیت پر کیجی انسولین چی میتیم؟ انسولین بای دریب میتیم. اما یک گپ، یک نکته را متوجه باشین که در پروتکل های اطفال نوشته میکنه که میگه اگر مریض شما دیابت آشکار داشته باشه و میاره و میگه کسی چی انسولین سبکوتانیوس گرفته، شما میگه اینی را به اندازه 0.05 یونیت اول حساب کنین پر کیجی بدین. یعنی دوز کاملش ندین، 0.05 نصفش بدین، که دفعتاً کسی شخص سوی گلوکوزش دفعتاً پایین نبیاره. خب این موضوع مقدار انسولینی که شما به مریض میتین. خب ما مقدار انسولینی که به مریض میتیم، پیشتر گفتیم کسایی ما و شما در مایه میندازیم که اونم مایه هر ساعتیش حساب مونی. اما میگه زمانی که گلوکوز خون شما از 150 میلی گرم بر دسیلیتر پایین شد، شما فهمیدین که اگر از 300 پایین تر شد ما گلوکوز 500 اضافه میکردیم، اگر از 180 میلی گرم بر دسیلیتر سوی گلوکوز کم شد، ما در مایه از گلوکوز 10% اضافه میکردیم. اما میگه زمانی که سویه گلوکوز خون از 150 میلی گرم بر دسیلیتر کم شد، در اون زمان شما چی کنین؟ دوز انسولین پایین بیاریم. انسولین اون زمان، مقدار انسولین اون زمان چی در کلانا چی در خردها و چی؟ 0.2 0.02 یونیت پر کیجی میگه به مریض بدین، و این تا زمانی دو بدین که مریض اسیدوسش از بین بره، سوی پی ایچش و سوی بایکاربونیتش نرمال شوه. یعنی اول ما اینم انسولین تراپی را تا چی وقت ادامه میدیم؟ چی زمان انسولین تراپی را قطع مونیم؟ انسولین تراپی را اول شما تا زمان ادامه میدیم که اسیدوسیس کاملا اصلاح شوه. دوم سوی پی ایچ، پی ایچ خون زیادتر از 7.36 شوه، سویه بایکاربونیت خون
سری بایکربنیت خون زیادتر از 20 میلی اکویلانت بر لیتر شد. او زمانی که شما دیگه انسولین نمیتونین، از چه انسولین بای دریپ را انسولین ریگولر که شما انفیوژن میتین قطع بکنید و به انسولینی سبکوتانی تبدیل بکنید. اکثر وقتا سوال اینجا مطرح میشه که ما زمانی که همه چیز اصلاح شد، صحیح همه چیز اصلاح شد، اسیدوس اصلاح شد، سویه بایکربونات، سویه پیچ همه نرمال شد، ما چی رقمی نمی سبکوتان چی است انسولین بای دریپ به سبکوتانی تبدیل بکنم؟ شما چی کنین؟ شما انسولین بای دریپ وقتی که میخواین به سبکوتانی تبدیل کنین، اول انسولین سبکوتانی بدی، بعد یک ساعت دیگه انسولین بای دریپ ادامه بدی. مثلا ساعت 7 بشه تو انسولین چیه؟ انسولین سبکوتانیوس برش بدی، بعد یک ساعته دیگه هم تا ساعت 8 بجه، از ساعت 7 تا ساعت 8 بجه دیگه بازم دکلانو اونمو 300 ایمل پر کیجی مایره بالاش انسولینی که میگیره اضافه کن برش بدی. اگه در اطفال بود اونمو به اساس اون مایه یک ساعته یک بساز اون فرمول 85 ضرب بادی ویت جمع مینترنس من بولست تقسیم 23 میکردیم، مقدار مایه یک ساعتهش که حساب کردی انسولین اون درمو چند برش بیندوز، اینم یک ساعتی انسولین با جرب بازم بدی که دوباره کس سویزی به طرف هایپرگلیسیمی نبره. نکته ای که مهمه میگه شما این چه گلوکوزی خون شخص سری پایین نبیارین، چون چرا شاید ذهن شما سوال مطرح شد که چرا ما مقدار انسولین 0.1 یونیت بدیم، یکم 0.5 یونیت 0.2 یونیت چیه 2 یونیت 1 یونیت اینا رو بلند بدیم که دفعتا پایین بیاره. اما نه، اگر شما این چه گلوکوز خون رو سریع پایین بیارین ریسکی تشکیل سربرال ادیما وجود داره و خیلی وقتا ما متاسفانه این مرض رو در کلینیک میبینیم که اگر ریدی یا مایه زیاد داده میشه برش سریع مایه برش داده میشه دیهایدرشنشن سریع اصلاح میشه و یا سریع گلوکوز رو دفعتن کسا پایین میره و مرض چه سربرال ادیما میده. از او خاطر سربرال ادیما کشنده میگه ریدی که شما سریع گلوکوز خون شخص پایین میارین 50 الا 70 میلی گرام بر دیسیلیتر پر هوره، این در هر ساعت 50 الی 70 میلی گرام بر دیسیلیتر پایین بیاره. اما شما میگه اگر یک مریض را انسولین میتین ساعت اول 2 ساعت 3 ساعت اول شما 2 ساعت اول انسولین دادین ولی میبینین که سویه گلوکوز بینیمی رنج که شما میخواین کسی پایین نامده مقاوم بوده، شما میگه کسی مقدار انسولین بالا ببرین در حالت 0.1 یونیت نیست، در حالت 0.15 یونیت شما پر کیجی پر هور حساب کنیم بشه. موضوع دیگه موضوع الکترولایت که شما الکترولایت تراپی باید بکنید نزد مرزای چی؟ نزد مرزای دیکه ای که ما شما الکترولایت چه رقم میتیم سید؟ الکترولایت که ما شما نزد مرزای دیکه ای میتیم الکترولایت دو الکترولایت خیلی مهمه، یکی پوتاشیم یکی هم سوی بایکربونیت سودیم بایکربونیت که ما شما میتیم. خب ببینید وقت الکترولایت شما تداوی میتین برش کسی دو موضوع مهمه، یکی پوتاشیم یکی بایکربونیت. پوتاشیم زمان شما برش میتین که سویه پوتاشیم شما از 3.5 میلی گرم پر لیتر پایین بیه، مقدارش کسی 10 الی 30 میلی گرم پر لیتره و بعض کتابا میگه 20 تا 40 میلی گرم پر لیتر شما پوتاشیم کلرات برش میتین. بایکربونیت به صورت روتین داده نمیشه، میگه در صورتی که اسیدوس نشه شخص با دادن مایع و انسولین اصلاح نشه و یا سویه پی ایچ شخص کمتر از 7 و سویه بایکربونیت کمتر از 10 باشد، بایکربونیت کمتر از 10 باشد 10 میلی اکویلانت بر لیتر باشد شما به مرزا بایکربونیت بدین. مقدار بایکربونیت 44 میلی اکویلانت بر لیتر، یعنی در یک لیتر مایع شما 44 میلی اکویلانت سدیم بایکربونیت میندازین، 20 میلی اکویلانت برش چی میندازین؟ پوتاشیم کلراید میندازین و اینی میره در بیشتر از 2 ساعت به مریض بدین، در کمتر از 2 ساعت نه، بیشتر از چند ساعت؟ بیشتر از 2 ساعت به مریض باید داده شه. موضوع دیگه میگه چیزم تا چیزم شما بایکربونیت بدین. بایکربونیت میگه زمانی که پیچ بالاتر از 7.1 شد و سویه چی؟ یعنی پیچ از 7.1 بالا شد و سویه بایکربونیت زیادتر از 10 شد شما دیگه کسا بایکربونیت چی بکنین؟ استاپ بکنین. موضوع آخر موضوع مانیتورینگ که شما مرزای دیکه رو باید مانیتورینگ بکنین. مانیتورینگ چند گوه است؟ اول عراض و علایمی چه؟ وایتال ساین شما هارت ریت ریسپیراتوری ریت بلد پرشر هر ساعت ایوری هاور نزد مرزای دیکه چک بکنین. دوم
اعراض و علایم سربرال ادیما را هیدیک است، اکثر وقتا کانفیوژن است، کوماس، سیزر است. این هر دو ساعت شما نزد مرزای دیکه چک کنید، به خاطر که اگر شما مایه رو زیاد بدین، سری بدین، امکان داره سربرال ادیما تحسس بکنه. اگر شما چی کنین؟ اگر شما گلوکوز رو سری پایین بیارین، امکان تحسس سربرال ادیما وجود داره و سربرال ادیما کشنده. از خاطر شما ساین آف چیه؟ ساین آف سربرال ادیما را هر دو ساعت، هر یک لدو ساعت میگه شما چک بکنید. موضوع دیگه سویه گلوکوز خونه، سویه بایکاربونات، سویه الکترولیت های. شما سویه گلوکوز اول در اول هر یک لدو ساعت بعد چک بکنید، اما بعد انکه هر چهار ساعت بعد کسی شما سویه گلوکوز خونه کسی چک بکنید. بعد اینپوت و آوتپوتش هر ساعت چک بکنین که چی مقدار مایع هر ساعت میگیره و چی مقدار مایع کسی چی آوتپوت داره، اینپوت و آوتپوتش کسی باید چک شه. بعد سویه کلسیم، سویه مگنزیم، سویه دیگه الکترولیت ها هر 12 ساعت میگه شما باید چک بکنین. اما چیزی که بسیار مهمه موضوع سربرال ادیما است که گفتیم نزد مرزای دیکه اکثر سربرال ادیما وجود داره. سربرال ادیما هست، اراز ولایمش چیه؟ اینمی که مریض کسی از هیدیک شکایت میکنه، کسی مریض کسی حالت شعوریش خراب میشه و به طرف کما میره، و یا مریض چی میشه؟ و یا مریض سیزر پیدا مونه. در صورتی که علایم نزد مریض پیدا میشه، شما سربرال ادیما شه چی کنین؟ تداوی بکنین. منیجمنت سربرال ادیما هایپرتونیک سولوشنه که شما بر مریض کسی چی میدین؟ مانیتول میدین، مانیتول 0.5 الا 1 گرم پر کیجی مانیتول داده میشه. و یا برای از این کسی چیه؟ سولوشنی نارمل سلینی 0% برش میدین، 0% به مریض میدین. این بود موضوع منیجمنت دیکه ای. ارزو دارم که